یه روزی همه ماها یه هدف داشتیم. هدفمون این بوده که یک مجموعه مطالعات سطحی و ساده‌ای داشته باشیم، یک سری مجموعه سرچی داشته باشیم که بریم مطالبی رو گردآوری کنیم، کنار هم بچینیم، بگیم این مطالب در قالب یک روش تحقیق ارائهش بدیم به جایی مثل مدرسه، مثل دانشگاه، مثل فلانجا. هدفش این بود از اون مطالعه و کاره. اونو هممون ارائه دادیم، تموم شد رفت. بعدش چی به دست آوردیم؟ بعدش چه پیشرفتی کردیم؟ بعدش چه اتفاقی افتاد؟ تا اینکه اگر اینطوری فکر میکنیم، ببین چقدر برنده ای ها. تا اینکه یک روزی تصمیم گرفتیم، روزی یک ساعت، روزی نیم ساعت، فقط بگیم با روزی یک ساعت مطالعه کنیم. روزی نیم ساعت فقط، یعنی روزی نیم ساعت شاید بشه مثلا 5 صفحه خوند، 4 صفحه خوند، اصلا حالا تند میخونی یا کند میخونی کاری ندارم. تصمیم گرفتی روزی نیم ساعت با خود مطالعه کنی. آیا این مطالعه تموم شده؟ نه، هنوز هر روزی اگر 10 سال پیش، 20 سال پیش همین تصمیم رو گرفتی، هنوز ادامه داره و هنوز داره بهت کمک میکنه، هنوز داره باعث پیشرفتت میشه. تا اینکه یه هدف داشتی، هدفت ارائه یک تحقیق مثلا به دانشگاه بوده، یا ارائه یک تحقیق یا ارائه یک پروپوزال به یک جایی بوده، رفتی ارائه هم دادی، تموم شد رفته. اون مطالعه به دردی خورد؟ نه. من طوفانم و قسمت 9 از ویدیوهای بحث آزادمونه با طوفان پادکست در خدمتتونم. اینجا میخوام در مورد موضوع هدف داشتن یا نداشتن صحبت کنیم. قدیمی کانالمون هست، دوستشی حتما ببین، خیلی به این موضوع تاکید داشتم که هدف نداشته باش. همیشه من این تاکید رو دارم، میگم هدف نداشته باش. هدف اگه میخوای داشته باشی، هدف منجر به نابودیت میشه. هدف منجر به این میشه که تو پیشرفت نکنی. هدف به تو مثل یک مسکن میونه. من سرم درد میگیره، میرم مثلا میرم ژلوفن میخورم، میرم قرص میخورم، میرم بروفن میخورم، میرم استامیوفن میخورم، میرم یه چیزی میخورم که تسکینی بده، سرمو خوب کنم. یه وقتی هست من میخوام برای این سردرده ریشهشو پیدا میکنم و متوجه میشم که این سردرده مثلا به دلیل کم آبی بدن، مثلا میگم و نمیدونم، تخصص من نیستش، حالا میرفتم پیدا کردم، سعی میکنم از این به بعد روزی 2 لیوان آب بخورم حداقل. مثلا میگم آقا روزی 2 لیوان این ساعت ها، این تایم ها سعی میکنم 2 لیوان آب بخورم. حالا سردرده ممکن اوایل خوبم نشه، ممکن همینجوری ادامه پیدا کنه تا یواش یواش برطرف بشه و این یک روتینی میشه که همیشه برای من باقی میمونه. ولی آیا خوردن اون ژلوفنه به هدف اینکه سردرده خوب بشه کمکی کرد؟ نه، فقط یه مسکن بود، فقط یه مسکن بود، چه بسا که کلی آسیب به من میزنه. ولی یه وقتی هستش میگم مثل این بحث لیوان آب خوردن است، نه تنها برام همیشه فایده هم داره، بلکه اصلا تغییر یک سبک زندگی، تغییر حالا خیلی کوچیک و جزئی، یک لایف استایله و این تغییر منجر به این میشه که سلامتی من همیشه بیشتر و بهتر باشه، تا اینکه صرفا الان با یه دردی برم یه مسکن بخورم بگم خوب شد درد دیگه، حالا فعلا تموم شد دیگه، تا حالا دور فردا هم آشو هم کاسه. برای همینه که میگم هدف داشتن با سیستم و برنامه داشتن خیلی متفاوته. به نظرم همیشه باید سعی کنیم که سیستم داشته باشیم. سیستم میشه مثل همون مثال خوردن یک لیوان آب به صورت روتین روزانه. یعنی چی؟ یعنی که یه وقتی هستش تو میگی که مثلا من مطالعه میخوام بکنم، حالا هدف داری، میگی من اصلا میخوام فلانجا برم یک کنفرانسی ارائه بدم، میخوام برم یک سخنرانی بکنم، میخوام برم تو یک همایشی، اصلا تو یک سمیناری من اونجا دارم صحبت کنم. به هدف اون سمینار میری مطالعه میکنی، یه چند تا کتاب میخونی، چند تا سرچ میکنی، اینا رو همه رو کنار هم میچینی، سعی میکنی اونا رو حفظش کنی صرفا برای اینکه بری تو اون سمینار ارائه بدی. ولی یه وقتی هست تو همون زمینه، تو همون رشته ای که توی مثالم الان بود، شخص رفت توی اون سمینار ارائه ای داد، تو تصمیم میگیری روزی نیم ساعت، فقط روزی نیم ساعت مطالعه کنی.
چرا؟ که همیشه سواد و آگاهیت آپدیت باشه، همیشه سواد و آگاهی تو ارتقا بدی، همیشه سعی کنی اینو یه بالانسش بکنی تا اینکه صرفا یه هدف داشته باشی. یا حتی هدف داشتن به شکل‌های مختلف، هدف من اینه که مثلا بتونم فلان قد پول فراهم کنم که برم فلان چیزو بخرم مثلا. خب اوکی، میرم میخرمش مثلا، بعدش چی؟ خب که چی؟ الان مثلا من رفتم این هدفو داشتم و خریدم، بعدش چی؟ و عموماً بعد از این که ما به اهدافمون دست پیدا میکنیم، عموماً دچار پوچی میشیم، عموماً دچار این میشیم که اصلا خب چرا من این همه مسیر رو رفتم؟ که چی؟ این همه مسیر رو من حرکت کردم، خب چی شد مثلا؟ چی به دست آوردم؟ چه اتفاقی افتاد؟ چی تغییر کرد تو این جهان هستی مثلا؟ مطمئن باش آدم‌های بزرگ دنیا، الگو برداری از آدم‌ها رو من خوشم نمیاد، ولی اینجا میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم چون خیلی جالبه، چون دیدم عموماً الگو برداری میکنن از آدم‌ها. میخوام بعد مثال بزنم، میخوام بعد دو تا سه تا آدمو مثال بزنم که اینا هدف نداشتن، یعنی مشخصه توی اصلا رفتارشون. تو آدم‌های موفق و بزرگ دنیا رو وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی که اینها یک برنامه یا به شکل یک چجوری بگم یک سیستماتیک در طی شبانه روزشون دارن. یعنی چی؟ مثل همون بحث مطالعه هست، شخص میگه که من کارمو میدونم چیه، خودمو پیدا کردم، رشته فعالیتمو میدونم چیه، پس میدونم قرار تو چه مسیری حرکت کنم، حالا توی این مسیری دارم حرکت میکنم، میام برای خودم یک روتین روزانه میسازم. من مثلا قرار توی زمینه برنامه نویسی حرکت کنم، مثلا خودمو پیدا کردم، من برنامه نویسم و میگم میتونم، استعدادشو دارم، شروع کردم مهارتاشم به دست آوردن، شروع کردم به کار کردن. حالا یه وقتی از هدف من اینه که یک برنامه‌ای بنویسم که مثلا فلان اتفاق بیفته، دنیا رو تکون بده مثلا، حالا به شوخی. یه وقت دیگه هدف من هدف ندارم، من یه سیستم دارم، من روزی 2 ساعت میشینم پای کار برنامه نویسی میکنم، به طور مثال همه زمانهایی که دارم میگم 2 ساعت مطالعه میکنم در خصوصش، 2 ساعت آموزش میبینم در خصوصش، 2 ساعت سعی میکنم سرچ کنم در موردش که اصلا تو دنیا الان چه خبره تو برنامه نویسی، 2 ساعت سعی میکنم باز کارهای دیگه تو زمینه های دیگری که وابسته به کارم هست و بگذارم. یعنی چی؟ یعنی من هر روز صبح تا شب، شب تا صبح میدونم که باید این مجموعه این 5-6 تا کار رو انجام بدم و میشه یک روتین زندگیم، میشه مثل یه غذا خوردن برام، من میدونم هر روز با غذا بخورم دیگه یه وعدم شده من با غذا بخورم دیگه، این روتین زندگیمه، این سبک زندگیمه. حالا وقتی که ما میایم سبک زندگیه رو درست میچینیم، حالا اتفاق مهمی که میفته اینه که یک از مسیر داری لذت توی داری کیف میکنیم. به طور مثال من اینو بهت بگم، ورزشکاری رو تجسم کن که کل الگوش اینه که بره المپیک بگیره، کل هدفش اینه، الگو کلمه جالبی نبود استفادهش اینجا، کل هدف اینه بره المپیک بگیره، ممکنه بره یه روزی هم المپیک قهرمان مدال بگیره، چیزام بگیره، بعدش اون آدم دیگه نمیتونی پیداش کنی، اصلا بعدش اون آدم فید میشه، بعدش اون آدم از بین میره. ولی تا اینکه یک ورزشکاری که تصمیم گرفته هر روز 1 ساعت هم تو همون رشته‌ای که اون شخص رفت المپیک گرفته، اونم میخواد هر روز 1 ساعت ورزش کنه، کیف کنه، ممکنه خیلی حرفه‌ای‌تر از اون یکی هم کار کنه، ولی خب اون میشه یه شو، میشه یک نمایش، یه تئاتر، انگار میشه درام، مثلا میشه یه درام برای مردم، برای مردم که نگاهش کنن، تشویقش کنن و اونم تموم میشه روی اون سکوه، وقتی رفت مدال و گرفت مقام آورد تموم میشه، بعد میاد پایین تموم میشه. خیلی اگر زرنگ باشه 2 بار 3 بار دیگه هم بره مدال بگیره، یا بره شرکت کنه، حالا مدال نگیره بیادش بگیرن، بعد از یه تاریخی دچار پوچه نابودی میشه. چرا؟ چون یک هدف داشت. ولی وقتی که اون شخصی که سیستم داره، اون هیچ وقت اول از همه از کارش سرد نمیشه، چون اون هر روز 1 ساعت داره ورزش رو میکنه، مثلا 2 ساعت داره ورزش رو میکنه، اون قرار نیست هیچ وقت ناامید شه. چی میخواد ناامید شه؟ اون همیشه بدنش سالمه، چون هر روز توی روتین روزانش ورزشه هست، اون داره لذت میبره از مسیره، چون مسیره رو خودش برای خودش ساخته دیگه، داره کیف میکنه با مسیری که داره. پس ببین چقدر تفاوت وجود داره بین هدف داشتنه تا سیستم و برنامه. من همیشه تاکیدم به داشتن و ساختن سیستم و برنامه است. حتما توی ویدیوهای جلوترم مفصل‌تر در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم که چجوری سیستم و برنامه خودمون رو
بسازیم که بتونیم از زندگیمون، از این بازی که داخلشیم، از این مسیر لذت ببریم. مسیر رو وقتی لذت ببری خیلی شیرین و قشنگ میشه، خیلی قشنگ میشه. میخوایم یه کاری بکنیم که تو این بازی بهترین بازیکن باشیم، یه بازیکن فوق العاده باشیم.